میتونی برام یه بره بکشی؟ تو کی هستی؟ لطفاً برام یه بره بکش. آخه تو این بره بیابون از کجا پیدا شد؟ لطفاً. ببین پسر کوچولو، من اصلا وقت ندارم، خب؟ باید این هواپیمام که داغون شده رو تعمیر کنم. هیچ ذخیره آب و غذایی هم ندارم. اگه سریع این کارو نکنم ممکنه بمیرم. تو چرا اصلا برات مهم نیست که من الان به این نقاشی بره احتیاج دارم؟ ای خدا، صبر کن. بیا ببین، من این دو تا نقاشی رو از بچگی همراه خودم دارم. صبر کن. بیا، اینم یه بره. من یه مار بوادو باید به فیلم شکمشو که نمیخوام. من بره میخوام. واسه ببینم. تو یه فیل تو شکم مار بوا رو دیدی؟ آره، معلومه دیگه. یه بره برام بکش لطفاً. باشه، صبر کن. من صبر میکنم تا برام یه بره بکشی. آها، خب بیا. ببین من نقاش خیلی خوبی نیستم، اما این بهترین چیزه که میتونستم بکشم. اگه یه ذره دقت کنی میبینی این قوچه، بره که شاخ نداره. خب باشه. بیا، این دیگه شد یه بره. ممنونم، واقعا قشنگ شد. وایسا ببینم، تو از کجا آمدی پسر کوچولو؟ این نزدیکه که آبادی نیست. تو خودت چجوری اینجایی؟ من؟ خب من که میبینی که هواپیمام سقوط کرده افتادم، یعنی سقوط کردم چون هواپیمام یه موتورش مشکلی پیدا کرد. یعنی تو از آسمون افتادی اینجا؟ مثل من. منم از اخترکم اومدم. یعنی تو از این سیاره دیگه اومدی؟ چه بامزه. اون وقت الان مردم اخترکتون نگران نمیشن که تو گم شدی؟ نه، اونجا کسی دیگه ای نیست. آخه فقط به اندازه من جا داره. منم خودم باید مواظب اخترکم باشم. آتش نشانا رو تمیز کنم، گلاشون رو آبیاری کنم. تازه من یه دونه گلم دارم. اونجا فقط یه دونه گل هست؟ نه، ولی یکیشون با بقیه فرق داره. منم گفتم اون مال منه. راستی بره های گل میخورن؟ خب ممکنه. آره خب به هر حال اونا عرف میخورن دیگه. خب گل من 4 تا خورم داره، یا میتونه ازش مراقبت کنه؟ خب ببین، فکر نمی کنم اونا خیلی کمکی بهش بکنن. بره ها میتونن خیلی راحت اونا رو بجون. خب من چجوری این بره رو با خودم ببرم اخترک؟ حالا لازمه که اصلا ببریش اونجا؟ آره، زمین شما خیلی قشنگه، من همه جاشو گشتم، ولی میخوام با خودم یه بره ببرم. خب نمیدونم، به هر حال این بره ممکنه اون گلی که میگی رو بخوره. پس اون خارکو به چه دردش میخورن؟ چرا باید با این همه زحمت اون خارکو رو رشد بدن، زحمت بکشن، ولی بهش دردشون نخوره؟ نمیدونم، شاید برای اینکه جلوی باد مقاوم باشه. باد؟ ولی من خودم دیدم که یه سری از بادا چجوری گلا رو میشکنن. ببین من واقعا نمیدونم خارکو به چه دردی میخورن. پس من چجوری هم با خودم بره ببرم، هم مراقب گلم باشم؟ خب شاید اصلا بره از مزه گل تو خوشش نیاد، اونو نخوره. اون خیلی نازک و لطیفه، با همه گلای اونجا فرق داره، دیگه مثل اون نیست. اگه یه های بره کوچولو تصمیم بگیره بیاد برای تنوع اونو بخوره چی؟ آها، یه فکری به ذهنم رسید. بذار برای بره جعبه بکشم که بره اون تو دیگه بیرون نیاد. آخ جون، آره اینجوری هم بره دارم، هم مراقب گلم هستم که اتفاقی براش نیفته. خیلی خوب، بیا اینم یه جعبه خوشگل با چند تا سوراخ که بتونه راحت نفس بکشه. اون وقت بره نمیتونه از این سوراخا بیاد بیرون؟ چراخ بیاد بیرون، بذارم اونجا بمونه. نمیشه که همش تو جعبه بمونه، اونم باید بره این بر اون بعد بازی کنه. اون وقت اگه وسط بازی و گل منو بخوره چی؟ خدا، باشه برای اون موقع هم یه پوزه بند براش میکشم که نتونه بخوره. آره هم میشه که نمیتونه دیگه گل منو بخوره. ولی شما سوال جواب منو ندادی. خورکا اینم چه گلا چرا خورک در میاره وقتی بهش دردشون نمیخوره؟ ببین پسر کوچولو، من بهت گفتم که باید موتور این هواپیما رو تعمیر کنم تا بتونم برگردم خونم. منم باید برگردم خونم، ولی خب خونه من انقدر نزدیک نیستش که بشه با هواپیما رفت. به هر حال من باید همه وقتمو بذارم روی کارم، نمیتونم بیشتر از این ماجرا بحث کنم و اینکه نمیدونم قرار این بحث تا کی ادامه پیدا کنه. ولی من فقط همین یه دونه سوال دارم و من جواب اینو نمیدونم که چرا گلا وقتی خارک به دردشون نمیخوره اونو دارن. الان هم باید برم سر کارم. چرا همه بزرگترها اینجوریان؟ چرا فکر میکنن فقط کار خودشون مهمتره؟ چرا اصلا به این فکر نمیکنن که این گلا چرا تو این همه سال خارک در میارن ولی بهش
دردشون نمیخوره ازشون مواظبت نمیکنه؟ چرا همه بزرگترها اینجوری هم؟ چرا فکر میکنن فقط کار خودشون مهمتره؟ چرا اصلا به این فکر نمیکنن که این گلا این همه سال خارک در میارن ولی بهش دردشون نمیخوره ازشون مواظبت نمیکنه؟